ما برای یک شخصیت سالم، برای خودمون، یک خانواده سالم، یک جامعه سالم، یک کشور امن و آباد و سالم در مثل حکمت خداوند نیز نیاز داریم که بتونیم متوجه آنچه که اراده خداست بشیم و قدم برداریم. امیر کبیر اعلام میکنه، ابتدا فکر میکردم که مملکت وزیر دانا میخواهد، بعد فکر کردم شاید شاه دانا میخواهد، اما اکنون میفهمم ملت دانا میخواهد. فقط نمیتونه یک نفر به عنوان کشیش و شبان درک کرده باشه حکمت خدا یعنی چی، که این باید پیوسته و همیشگی باشه، بلکه همه ایمانداران باید اینو درک کنن. وقتی که همه ما در کنار هم ادراک درست نسبت به اراده خدا داریم، کش کلیسا همیشه نباید مدام از ضرورت کلیسا و ایمان شما صحبت کنه، از ده یک صحبت کنه، از خبر خوش نجات صحبت کنه، از ایران صحبت کنه. خود شما میاد به من میگید بعد رسول من توی دعا خدا اینو دیدم، توی رویا اینو دیدم، در خواب اینو دیدم. شما هم هستید آنچه که من از خدا شنیدم به من انتقال میدید. ولی زمانی که فقط در کل کلیسا دو سه نفر هستن در حضور خداوند میرن، همون دو سه نفر متحد هستن با حکمت خدا، ولی خدا میخواد همه ما رو برکت بده. آمین.